سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم ماه سرطان سال 1396 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. ادام ریزنی های رئیس ستاد مشترک ارتشی ایالات متحده با مقام های افغانستان و ناتو در باره راهبرد تازه واشنگتن برای افغانستان. انکشاف قابلیت های استخباراتی در افغانستان یکی از اجزای مهم پیشنهاداتی است که به جانب ایالات متحده امریکا سپرده شد. توافق دهلی نو و واشنگتن بر گسترش روابطشان به هدف اطمینان یافتن از تأمین صلح و ثبات در افغانستان. اداره یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان در آینده نزدیک از اسلام آباد. اثرهای منفی انفجار مرگبار در چهارراه زنبق بر روان دانش آموزان مکتب امانی. تر صبح وقتا بودم که ابرم مکتب ببینم چی پاس کنم کسی زخمی نباشه. من از امو پلیسا آب می نوشیدم، حالا که میرم هیچ کس نمی باشه. با متهم شدن ایالات متحده آمریکا به محافظت از شبکه القاعده در سوریه از سوی روسیه. مشروع خبرها. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا با کابل به سر میبرد تا ارزیابی های نهایی از اوضاع افغانستان به پایان برسند و راهبرد تازه واشنگتن برای افغانستان به زودی اعلام شود. مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو در افغانستان گفته که جنرال جوزف دانفورد با رهبری نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در افغانستان و نیز مقام های این کشور دیدار می کند. در همین حال سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و نیز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به بروکسل رفتند تا درباره افزایش شمار نیروهای خارجی در افغانستان با اعضای ناتو گفتگو کنند. صمیم فرامرز گزارش می‌دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کابل. مأموریت او ارزیابی نهایی اوضاع افغانستان و زمینه‌سازی برای فرستادن 3 تا 5 هزار نیروی بیشتر به این کشور گفته شده است. مأموریت پشتیبانی قاطع میگوید که جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک سفر از پیش برنامه ریزی شده با نیروهای آمریکایی و ائتلاف و نیز مقامهای افغان دیدار خواهد کرد. این جنرال آمریکایی دو روز پس از پایان مرگبارترین ماه در افغانستان و دو روز پیش از نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل به کابل آمده است. نشستی که پر کردن خالیگاه‌های مأموریت این پیمان در افغانستان محور آن را می‌سازد. من میدونم همه میخواهند بدانند که چه راه خواهد داد، اما وزیر دفاع درباره نیازهای جنرال نیکلسن و اینکه برای تغییر چه باید انجام داد بسیار حساب شده فکر میکند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، نیروهایی که از آمریکا به افغانستان میآیند نیروهای افغان را در سطح فرماندهی‌های تولای تا قلوردوها و نیز در مرکزهای آموزشی نظامی آموزش خواهند داد. با برگرداندن چند هزار نیروی بیشتر می توانیم مشاوران را به بخش های کلیدی افغانستان در میدان جنگ بفرستیم. امیدوارم این کار بتواند اوضاع را با ثبات سازد. اما خواست نظامیان افغانستان از امریکا چیست؟ انکشاف قابلیت های استخباراتی در افغانستان یکی از اجزای مهم پیشنهاداتی است که به جانب ایالات متحده آمریکا سپرده شده. فشار نظامی از طرف دولت افغانستان برای مخالفین یکی از وسایلی هستند که در پروسه صلح ممکن کمک کنند. یعنی حکومت ضعیف نمیتونن با یک دشمن قوی بشینن و از موقف قوی صحبت کنند. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو بر روز چهارشنبه آغاز می شود. طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع نیز برای شرکت در این نشست به بروکسل رفته است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و هند برای مطمئن شدن از تأمین صلح در افغانستان بر گسترش روابط میان دهلی نو و واشنگتن توافق کردند. نرندرا مودی نخست وزیر هند با نگرانی از افزایش ناامنی ها در افغانستان میگوید که دهلی نو و واشنگتن به هدف اطمینان یافتن از تأمین صلح و ثبات در افغانستان بیشتر
هم آهنگ خواهند شد. در همین حال کمک های هند برای افغانستان مورد ستایش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. دونالد ترامپ همچنان هشدار داده که سازمان های هراس افغان و افکار تند این سازمان ها را نابود خواهد ساخت. کریم امینی در این باره گزارش دارد. نرندرا مودی نخست وزیر هند در نخستین دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید افزون بر روابط واشنگتن، دهلی نو درباره مسائل جهانی نیز گفتگو کردند. هر دو رهبر از پاکستان میخواهند که نگذارد از خاکش بر کشورهای دیگر حمله های هراس افغانانه انجام شوند. کشورهای ما به خاطر شرارت‌های هراس افغانی آسیب دیدند و ما برای نابودسازی سازمان‌های هراس افغان و ایدئولوژی افراطی آنان مصمم هستیم. ما هراس افغانی افراطی اسلامی را نابود خواهیم ساخت. نخست وزیر هند نیز بر نابودسازی پناهگاه‌های امن هراس افغانان که وی آن را خانه‌های امن گروه‌های تندرو و هراس افغان می‌گوید تاکید می‌ورزد. بی ثباتی فزاینده در نتیجه هراس افغانی در افغانستان یکی از نگرانی های مشترک ماست. هند و امریکا هر دو نقش مهم را در بازسازی افغانستان و اطمینان یافتن از امنیت این کشور بازی کردند. برای رسیدن به هدف های صلح و ثبات ما در افغانستان، مشوره و تماس نزدیک را با ایالات متحده نگه خواهیم داشت تا هماهنگی میان دو کشور در این باره بهتر شود. من همچنان از کمک های مردم هند به تلاش ها در افغانستان و نیز وضع تحریم های تازه بر رژیم کره شمالی سپاسگزاری می کنم. در این میان نخست وزیر هند گفتگوهایش با رئیس جمهور ترامپ را موفقانه می خواند و در فرجام ترامپ را به دیدار از هند دعوت کرد. با این همه به دنبال توافق کابل، اسلام آباد و بیجینگ درباره همکاری های مشترک این سه طرف در پیکار با هراس افغانی، ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده که هیئت های از کابل و اسلام آباد در آینده های نزدیک به پاکستان و افغانستان سفر خواهند کرد. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور با آنکه درباره توافق بر سر مبادله اطلاعات استخباراتی بیان افغانستان و پاکستان پاسخ روشن نمیدهد، اما تاکید می‌ورزد که چین و آمریکا باید اتهام های افغانستان و پاکستان را بر یکدیگرشان نظارت کنند. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل اسلام آباد را به سود افغانستان نمی داند. در این باره هم کریم امینی گزارش دارد. از روابط سرد و تیره کابل اسلام آباد تا میانجیگری بیجینگ برای گشوده شدن یک دریچه تازه، به دنبال سفر وزیر خارجه چین به افغانستان، پاکستان، ریاست جمهوری میگوید توافق به میان آمده است که بر بنیاد آن فصل تازه‌ای از همکاری ها میان کابل، اسلام آباد در پیکار با هراس افغانی و نیز کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح گشوده خواهد شد. گروه های تروریستی که دست به جنایت میزند و اونا پایگاه دارن، پناهگاه دارن، زخمیشون در اونجا تداوی میشه، اینا دیگه فعالیتش متوقف شوه. ولی سایی که ما دادیم روی اونا بررسی صورت بگیره و کشوری مثل چین که فعلا در نقش تسهیل کننده است یا ایالات متحده آمریکا که در نشست های چهار جانبه نظارت میکردن، اینا از ادعاهایی که صورت میگیره هم نظارت بیشتر و دقیق‌تر شود تا ثابت شود که واقعا چه کسی صادقانه علی تروریسم مبارزه میکنه و چه کسی در حد شعار صرفا این حرف مطرح میکنه. تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان، پاکستان و نیز ایجاد گروه تماس همکاری های شانگهای افغانستان برای پیشبرد گفتگوهای صلح کابل با طالبان بخش دیگری از توافق تازه میان کابل، اسلام آباد، بیجینگ را میسازد. پس از آمدن هیئت پاکستان به کابل و همچنان رفتن هیئت ما به پاکستان، ما انتظار داریم که ما بتوانیم به یک جنبندی منظم دست پیدا کنیم که بر محور او ما بتوانیم گام‌های خوبتر برداریم. در این میان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در یک تماس با تلونیوز تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان، پاکستان را به سود کشور
نمی داند. دا قسم تفاهم نامی دیگو خلق و دیگو دولتون ترمین زمزاکی گیسی لاقل اعتماد مانسی کسی دا موجود وسی گی. دوی که معلومات یو بلتوارم کی که دایسی جی غلط معلومات سده یو بلتوار کی پده ارتباط بانده. ما پاکه دا دور غط انکشاف نده. پاکستان مونگ سره هر کلا دو مخی سیاست کرده ده. اگه کم اصلی معلومات چی دی، اصلی پتن زیونه چی دی، اگه مونگ تا نپو گوتا کهی؟ در این میان وزارت خارجه کشور تایید می کند که افغانستان پاکستان درباره تبادل اطلاعات استخباراتی به توافق رسیدند. مسئولان مکتب امانی می گویند که رویداد چهارراه زنبق بر روان در حدود نیم از دانش آموزان این مکتب اثرهای بد بر جا گذاشته و پس از این رویداد انگیزه دانش آموزان برای آموزش تضعیف شده. از سوی دیگر شیشه ها و پنجره های مکتب امانی که در این رویداد ویران شدند هنوز هم بازسازی نشدند. در این میان شماره از دانش آموزان خردسال مکتب امانی می گویند که با تمامی نگهبانان سفارت آلمان در کابل که در رویداد چهارراه زنبق جان باختند در هنگام رفت آمد آشنا شده بودند و از جان باختن آنان در این رویداد اندوهگین هستند. نبیله اشرفی در این باره گزارش آماده ساخته. فسیولای 12 ساله که در صنف 6 مکتب امانی است میگوید روزانه که طرف مکتب می آمد از سایه های درختان وزیر محمد اکبرخان می گذشت و اگر تشنه می شد از نزد نگهبانان سفارت آلمان آب می خواست. اما پیش سفارت آلمان هم جایی که حادثه واقع افتاده و جا آباجی میکرد ما میرفت من از امو پولیس ها آب مینوشیدم حالا که میرم اک هیچ کس نمی باشه. بیش از 20 روز از رویداد مرگبار در چهارراه زنبق میگذرد اما هنوز هم در و پنجره ها و شیشه های صنف های مکتب امانی که در فاصله نچندان دور از محل رویداد قرار دارد شکسته ماندند. موږ هر دفعه چې موږ خپل مکتب ته ګورو هغه سره هم پیدیږي او ډېر بیدیږو موږ او موږ چې هغه شیشه پرېدلې وه هغه ته ډېر متاثر شو زموږ د دلته وړکې ماشومان دلته درس ول هغه هم زخمي سوي وه او موږ چې هر دقه ساختمانونه ګورو ډېر بیدیږو. سرمعلم مکتب امانی میگوید که دانش آموزان این مکتب سخت از رویداد متاثر شدند و در این رویداد نزدیک به 10 دانش آموز آنان زخم برداشته بودند. از زمان واقع تا اکنون ما بیش از 50% روان شاگردان ما را از حالت نرمال بیرون میبینیم. یعنی شاگرد فعلا به علاقمندی به طرف درس نمیاد. در انفجار مرگبار چهارراه زنبق شهر کابل به روز دهم ماه جوزا بیش از 150 تن جانهایشان را از دست دادند و بیش از 400 تن دیگر نیز زخم برداشتند. در نبود سینماها در ننگرهار فیلم ها در این ولایت در خیمه ها به نمایش گذاشته می شوند. شمار از فیلم سازان در ننگرهار می گویند که نبود سینماهای معیاری در این ولایت مانع اصلی در برابر پیشرفت ها در بخش هنر و در برابر هنرمندان است و آنان از ناگزیری ساخته هایشان را برای علاقمندان در خیمه ها نمایش می دهند. آنان می افزایند که در ساخت یک فیلم صدها هزار افغانی هزینه می شود اما تنها راه برای داشتن درآمد از ساخته هایشان در روزهای عید نمایش دادن فیلم ها در خیمه هاست. میر آقا پوپل در این باره گزارش دارد. ننگرهار پس از کابل یکی از ولایت هایی است که بیشترین فیلم های داخلی در آن تولید می شوند اما مکان مناسب برای به نمایش گذاشتن این فیلم ها نیست. فیلمسازان در ولایت ننگرهار می گویند که از بهر نبود سینما ها ناگزیرند با نمایش گذاشتن فیلم ها در زیر خیمه ها صرف پولی را به دست بیاورند که در تولید فیلم به مصرف رسیده است. رحیم گل افغان که از حدود 13 سال گذشته در شهر جلال آباد فیلم تولید می کند می گوید که طی این مدت به عوض فایده زیان دیده است. فیلمونه د دې خاطر چې خپل هغه لګغ بیرته نه پوره کوي چې کوم پیسې په فلم باندې لګیږي نو د دغه مشکلاتو له وجې نه زموږ ممثلین دغسې شوګانې اوس جوړوي مجبور دي چې مطلب هغه خپل هنر خلکو ته وښیي او د هنر لارې نه خلکو ته خدمت وکړي. څوک زموږ پښتنه اوسه پورې د حکومت چارواکې نه ده کړی په خپل روپو شپږ اته لکه لګوو بیا دې خیمو کې لګوو که چا وکتو که چا ونه کتو خو دې وطن ته موږ خدمت کوو. این فیلمسازان باور دارند که اگر حکومت به هنر سینما توجه کند جلب ورود فیلم‌های خارجی گرفته خواهد شد.
زمون امید ده چې د افغانستان سینما لپاره پوره پوره توجه شي، د افغانستان سینماګرانو سره کومک وشي، د افغانستان عنعنات کلتور فرهنګ د افغانستان ژبه په دغه فلمونو کې ښودل کیږي. در همین حال شمار از باشندگان ننگرهار میگویند گرچه اوضاع امنیتی این ولایت ناگوار است، اما تشنگی به فیلم های افغانی آنان را برای تماشای فیلم ها تشویق میکند. فیلم سه میکنین از ما از ولی از مقامات بالای خواهش است که یک سیما در جلال آباد جور کنه که با کلتور انانات خود ما در وطن میادر رواج شد و هم رواج شد. انتظام او با مونه سلمانگان جوری بلید. اون با خر و با آقای سلمات زیو و با خون بلیدونه جوری. شهر جلال آباد به سبب تولید فیلم های زیاد در بین باشندگان این شهر به ممبئی کوچک مشهور است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. روسیه ایالات متحده آمریکا را به محافظت از شبکه القاعده در سوریه متهم می‌سازد. وزیر خارجه روسیه این کار ایالات متحده را یک بازی خطرناک می‌داند. همزمان با این، واشنگتن به حکومت بشار الاسد هشدار داده که اگر تلاش کند تا مخالفانش را آماج یک حمله کیمیایی دیگر قرار دهد، هزینه سنگین خواهد پرداخت. ایالات متحده آمریکا میگوید که بر بنیاد بررسی‌هایش حکومت سوریه برای انجام یک حمله کیمیایی دیگر آماده می‌شود. واشنگتن هشدار می‌دهد که اگر چنین حمله تکرار شود، بشار الاسد و ارتش او هزینه سنگین خواهند پرداخت. بریتانیا نیز در این هشدار با ایالات متحده همصداست. ما از حمله پیشین ایالات متحده بر جنگنده های سوری و تجهیزات پرتاب بم های کیمیایی آنان پشتیبانی کردیم. اگر ایالات متحده به فکر یک حمله همسان باشد، ما پشتیبان آنان نیز خواهیم بود. در این میان روسیه که بزرگترین متحد حکومت بشار الاسد شناخته می شود، ایالات متحده و ائتلاف جهانی ضد داعش را به رهبری این کشور به محافظت از جنگجویان جبهه فتح شام در سوریه متهم می سازد. این گروه به نامش را از جبهه النصره به جبهه فتح شام تغییر داده است، با شبکه القاعده ارتباط دارد. با توجه به جنگ سوریه به نظر می رسد که نیروهای ائتلاف جهانی ضد داعش بر رهبری امریکا بر جبهه النصره یا هر نام دیگری که دارد رحم می کنند. این یک بازی خطرناک است که باید پایان یابد. این در حال است که درگیری ها میان نیروهای سوری و گروه های مخالف آن در روستای قنیتره و در نزدیک بلندی های جولان که در اداره اسرائیل است برای سومین روز ادامه یافتند. اسرائیل در واکنش به این درگیری ها دو تانک سوری را آماج قرار داده است. بین همچند گزارش کوتاه دیگر از جهان. شرکت اینترنتی گوگل به حکم کمیسیون اروپایی به پرداخت 2.42 میلیارد یورو جریمه شده است. این کمیسیون میگوید که گوگل به علت ارائه امکان خدمات مقایسه خودش در بالای صفحه نتایج جستجو جریمه شده است. این نخستین بار است که یک شرکت به علت برهم زدن بازار به این اندازه جریمه می شود. مایکل تمر رئیس جمهور برازیل از سوی لویس آرنواله این کشور به گرفتن رشوت متهم شده است. اکنون دادگاه عالی برازیل درباره سپردن این قضیه به مجلس نمایندگان تصمیم خواهد گرفت که شاید به استیضاح رئیس جمهور به انجامد. معاش ملکه بریتانیا از مالیات شهروندان این کشور 8% یعنی 6 میلیون پوند افزایش خواهد یافت. این در حال است که کاخ سلطنتی بریتانیا از افزایش 24 میلیونی درآمد ملکه این کشور سخن میگوید. با ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. با این همچند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت و آبیاری 500 تن پیاز زعفران امسال به کشاورزان توزیع می کند. وزارت زراعت و آبیاری می گوید که با توجه به علاقمندی کشاورزان به کاشت زعفران امسال در 30 ولایت کشور زعفران کشت خواهد شد و این نهاد در کنار ساخت 10 مرکز پروسس زعفران و 20 شرکت خصوصی گواهی نامه های زعفران را برای صادرات آن به بیرون از کشور فراهم می سازد. زرمینه محمدی گزارش می دهد. افغانستان با داشتن آب و هوای مناسب یکی از کشورهای پیشتاز در بهره برداری بهترین زعفران در منطقه است و برای گسترش کشت زعفران و افزایش تولیدات این گیاه وزارت زراعت و آبیاری امسال بیش از 500 تن پیاز زعفران را در 30 ولایت کشور توزیع می کند. وزارت زراعت و آبیاری می گوید که امسال کارهای عملی طرح 5 ساله زعفران را برای افزایش تولیدات زعفران آغاز می کند. در نظر داریم که در سال 1396 برای 20 شرکت سرتیفیکیت آیسو یا سرتیفیکیتی که اجازه میده محصولات زعفران افغانستان به بازارهای بیرونی را پیدا بکنه و به فروش برسه، این سرتیفیکیت در تدارک هستیم که بر شرکت‌های خصوصی بگیریم. در حال حاضر هرات 90% زعفران کشور را تولید می کند و ده‌ها شرکت تولید و پروسس زعفران در این ولایت کار می کنند. اما شماری از زعفرانکاران در این ولایت می گویند که کاهش چشمگیر بهای زعفران در کشور آنان را زیانمند ساخته است. زعفران اگر بشه یک چند قرارداد با کشورهای خارجی خصوصا با بعضی کشورهای عربی، این زعفران اگر صادر شه میتونه به اینجا هم زعفران بالا ره و در کل قیمت زعفران خوب بشه. قیمت زعفران 50,000 پایین آمده. به این خاطر طبعا کس که میخواد سرمایه گذاری کنه در عرصه کشت و اینا دیگه در مقابل فیک ریسک بسیار بزرگی میبینه. شکی نیست تفاهم‌نامه با قوت خود باقی است، ولی کسی کار داره نیاز است که این را پیگیری بکنه. گفته می شود که تجربه زعفرانکاران کشور در کشت و برداشت این گیاه صنعتی بسیار اندک است، اما اگر این زعفرانکاران حمایت های لازم شوند در زمان اندک آنان می توانند رقابت سالم در بازارهای جهانی داشته باشند. و وزارت اقتصاد از تهیه طرح دسته‌بندی شرکت‌های خصوصی در کشور خبر می‌دهد. وزیر اقتصاد می‌گوید که بر بنیاد این طرح تمامی شرکت‌های ساختمانی، خدماتی، تدارکاتی، کشاورزی و دیگر شرکت‌ها به 3 رده شرکت‌های بزرگ، میانه و کوچک دسته‌بندی می‌شوند و نیز ظرفیت‌های این شرکت‌ها بررسی می‌شود تا بر بنیاد آن پروژه‌های توسعه‌ای به این شرکت‌ها واگذار شوند. مرور بر تازه های ورزش هم بتر. در چهارمین روز 23 دور رقابت تکواندوی قهرمانی جهان، تکواندوکاران کشور با یک پیروزی و 2 شکست دیگر روبرو شدند. در این بازی ها محسن رضایی در نخستین دیدارش 30-4 مبارز از ماکاو را شکست داد، اما در دومین دیدارش 23-24 در برابر ورزشکار از انگلستان تن به شکست داد و با این رقابت ها خداحافظی کرد. سومیه غلامی، دیگر میلی پوش تکواندوی کشور در بخش دختران، نیز با پذیرفتن شکست در برابر تکواندوکار کوبا از ادامه این بازی ها حذف شد. در ادامه این رقابت ها و پس فردا، حکمت الله آخرین نماینده افغانستان در این بازی ها به مساف حریفانش خواهد رفت. اینان شناگران برتر فدراسیون پارالمپیک کشور هستند که با کارت سفید به بازی های پارالمپیک قهرمانی جهان دعوت شدند. برای دسترسی به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 458 و تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.